And if we can now hear from Ahmed Ebrahimi, please. با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان و همچنین تشکر عمیق قلبی خودم از شخصیت ها حقوقدان های بین المللی که این فرصت رو برای من فراهم کردن که بتونم در مورد جنایت بزرگی که بالواقع علیه بشریت صورت گرفته اینجا گواهی بدم. در مورد قتل عامی که رژیم سعی می‌کرد سالیان بسیار اون را از چشم جهانیان و مردم ایران مخفی بکنه. من احمد ابراهیمی هستم و به مدت 10 سال از سال 1981 تا سال 1991 در زندان‌های مختلف اوین، قزل‌حصار، گوهردشت و زندان قم بودم. در ماه مارچ 1988 من را از زندان اوین به همراه 5 نفر دیگر از بچه های زندان به زندان گوهردشت منتقل کردند. ما در بند 1 بودیم و در دوران قتل عام در اونجا بودیم. تقریبا در اواخر جولای اون سال بند ما رو که بند 1 بود به بند مقابل بند جهاد بردن. بچه ها از این بابت بسیار ناراحت بودند، چرا که افرادی که تو بند جهاد بودند زندانیان عادی بودند عمدتاً که جرایم سیاسی نداشتند، جرایمی مثل دزدی، مواد مخدر و از این قبیل، و بچه ها به شدت اعتراض میکردند. من دقیقاً به خاطر دارم که من از یک سرپاسداری به نام فرج گفتم که چرا این کارها رو با ما میکنید؟ اینها همش آزار شکنجه است. خب طبیعیه، ما مثل اونها نیستیم و ما رو با اونها قاطی میکنید و انواع اقسام مشکلات بر ما به وجود میاد. اون به من گفت هرچی بهتون گفتیم باید گوش بکنید، وگرنه روزهای بدی در پیش دارید. من بهش گفتم که مگه میتونه روزهای بدتری از سالهای 1981 1982 باشه که شما فقط در زندان اوین روزی 200 تا 300 نفر اعدام می‌کردید، چه روزی دیگه میتونه بدتر از این باشه؟ اون در جواب به من گفتش که روزهایی خواهید دید که تا حالا ندیده بودید، برو حواس خودتو جمع کن. و بعد گذشت تا اینکه در روز 8 آگوست 1988 ناصریان به بند ما اومد و بچه ها که بسیار از ماندن در بند اونجا اعتراض داشتند رفتن و اعتراض خودشون رو اعلام بکنن، که ما تقریبا 70-80 نفر بودیم که ماها رو به صورت چشم‌بند از بندمون بردند به جای دیگری که فرعی نامیده میشد. قابل لازم توضیح بدم که فرعی محل بسیار کوچیکی بود و ما واقعا در اونجا حتی نمیتونستیم شب به صورت نشسته هم بخوابیم. بالاخره اون شب رو گذروندیم و روز 9 آگوست ما رو همه رو به صورت چشم‌بند زده به راهروی بردن که به راهروی مرگ معروف هست، چرا که همه بچه‌هایی که اونجا می‌رفتن به سالن‌های اعدام می‌بردن. ما وقتی که به اون راهرو رفتیم در دو طرف راهرو ما رو نشوندن و برخلاف همیشه که سعی می‌کردن که فقط افراد بند ما اونجا باشه، دیدم که افراد بندهای دیگر هم هست. ما بچه‌های خودمون رو که می‌شناختم در 2 گروه یا 3 گروه بردن صدا زدن. البته ما خب چشم‌بند داشتیم و به قول معروف از زیر چشم‌بند می‌دیدیم و بسیار مسلط نبودیم به صحنه، ولی دیدم که اونها رو بردن به محلی و بعد از مدتی همه رو آوردن و به صورت دست جمعی
صداشون زدن و به قسمتی بردن که در انتها بسیار تاریک بود و ما نمی‌دیدیم که اونها کجا هستن. همینطور در مورد سایر بچه‌هایی که از بندهای مختلف می‌اومد این قضیه تکرار شد. تقریبا ساعت 4-5 بعد از ظهر بود که ناصریان گفتش که کسایی که هنوز با هیئت برخورد نکردن کیا هستن، که من که از صبح ساعت 8 تقریبا تا اون موقع اونجا بودم دستم رو بلند کردم و ما 3 نفر بودیم که ما رو برد در یه اتاقی که من مواجه شدم با یک 7-8 نفر که دو تای از اونها لباس آخوندی داشت و بقیه لباس شخصی، و من جمله یکی از اونها که بسیار یادم هست رئیسی بود، چرا که ایشون خب به صورت طنز و مسخره به ما برخورد میکرد و میگفتش که این که از اون منافق هاست و از این قبیل حرفایی که همیشه چیز میکردن میگفتن. بعد از اون ما رو بیرون آوردن و سایر بچه ها رو همینطوری می بردن تا اینکه تقریبا در ساعت 11-12 شب بود که ما رو از اونجا منتقل کردن به یک حسینیه، یک فرعی ببخشید، که تقریبا 10-12 نفر بودیم و اونها بچه ها هر کدوم از بندهای متفاوت اومده بودن و تعدادی که از ما باقی مانده بود تعداد بسیار کمی بود، شاید 5 یا 6 نفر، ولی بچه های دیگه از بندهای دیگه همه میگفتن که همه دوستان ما اعدام شدن. و ما اونجا فهمیدیم که تمام این بچه هایی که از صبح تا اون موقع شب، حتی تا ساعت 10-11 شب به صورت گروهی و فردی از اونجا میبردن به انتهای سالن که ما اونها رو نمیدیدیم و دیگر در میان ما نبودن، همشون اعدام شدن. این اون چیزی بود که من از اون روزها به یاد دارم و تعدادی که بعد از مدت‌ها ما رو به یه بندی بردن که بند 13 بود، کل افرادی که از بندهای مختلف مونده بود به حدود 100-120 نفر تا 130 نفر ما رو در بندی به نام بند 13 بردن که این به قول معروف باقی مانده افرادی بودند که از قتل عام جون سالم به در برده بودن. بعد از اون تو یک ملاقاتی که خانوادگی با خانوادمون داشتیم و ناصریان اونجا حضور داشت، ناصریان اومد صحبت کرد و گفتش که میدونید خیلی بودید و الان نیستید و همتون میدونید کجا هستن اونها و بدونید که حکم امام برقراره و اگر دست از پا خطا بکنید شما هم به همونجا خواهید رفت. این بود اون چیزی که در زندان گوهردش بر من گذشت. و اما از اونجایی که من تقریبا 4 ماه قبل از اعدام ها ببخشید در زندان قم بودم، وقتی که و با بچه هایی که تو زندان قم بودن بسیار دوست بودم، چرا که از دوران دانش آموزی و دوران های قدیم با همدیگه خاطراتی داشتیم. من از زندان که اومدم رفتم در مورد تمام اونها تحقیقات کردم که ببینم چه گذشته در سال 67 بر اونها. متاسفانه اینجا باید بگم که من هیچ یک از اونها رو ندیدم و فکر میکنم که خیلی از زندانها یه همچین حالتی داشته و به خاطر دور افتاده بودن و شاید به خاطر گمنام بودن و اینکه اون کسی از اونجا زنده نموند، در اونجا همشون در قتل عام کشته شدن و هیچ کسی از اونها صحبت نمی‌کنه. تا اینکه از طریق برادر یکی از دوستا فهمیدم که گفت همه بچه‌ها رو کشته. خیلی ممنون که من گوش کرد. Thank you. So very powerful testimony about the death corridor and also about how these death commissions were across Iran, with those in the rural areas getting attention much later after the discovery of the executions within Tehran.